خودتون رو برای یکی از بزرگترین و سهمگینترین امواج اپیدمی تاریخ کشور آماده کنید. هشدار وزیر بهداشت ایران نسبت به وخیمتر شدن بحران کرونا در هفته های آینده. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران روز گذشته اعلام کرد که آهنگ کرونا در این کشور در حال تند شدن است. آقای نمکی با تاختن به رسانه هایی که از نحوه کنترل کرونا در ایران انتقاد کردند آنها را بوق خواند و دعای مؤمنان در ماه رمضان را بزرگترین حربه برای بهبود وضعیت کنترل کرونا دانست این در حالی است که سال گذشته در جریان بحران همهگیری کرونا با برگزاری مراسم مذهبی ماه محرم این ویروس در ایران خیز برداشت و بسیاری از شهرهای این کشور را به خصوص در استان خوزستان در وضعیت قرمز قرار داد بیمارستان های این استان بعد از نوروز امسال دوباره با تعداد بالای مراجعین کرونایی روبرو شده

حسن روحانی رئیس جمهوری ایران علت خیز اخیر کرونا را ورود ویروس های جهش شفته از کشورهای همسایه می دانند. در حالی که کارشناسان بحران کنونی کرونا را ناشی از به اجرا نگذاشتن محدودیت های ترددی در ایام تعطیلات نوروز می دانند. دو روز پیش علی رزا زالی فرمانده ستاد مدیریت بیماری کرونا با بیسابقه خواندن حجم مراجعین سرپایی به بیمارستان های استان تهران و البرز و مشکل در تأمین اکسیژن ونتیلاتورها از عملکرد دولت در اجرای محدودیت های ترددی در ایام نوروز انتقاد کرد. همزمان آقای روحانی ضمن رد کردن تاثیر سفرهای نوروزی در وخامت شرایط فعلی کشور درباره عملی شدن تزریق یک میلیون و چهارصد دوز واکسن به افراد گروه یک تا پایان هفته جاری وعده داد خیلی امید داریم که تابستان بتونیم از واکسن داخلی خودمون استفاده کنیم و امروز یعنی در این دو ماه حالا ماه اول بهار تقریبا روزهای پایانی شه دو ماه پیش روی ما از بهار ما هر چه میتونیم باید واکسن از خارج بریم بخریم بیاریم چه اون 16 میلیون خورده ای که از کوواکس گرفتیم باید زودتر از اونا بگیریم بیاریم هر چه سریعتر ممکنه چه از اون کشورهایی که قرارداد بستیم بخشش آوردیم بخش دیگرش باید بیاریم خوشبختانه معلوم شد تا پایان همین هفته نزدیک به یک میلیون و چهارصد هزار واکسن تزریقش انجام میگیره انشالله و اون گروه اول ما که برای ما خیلی مهم بود اونا واکسن دریافت میکنن میریم ایران واکسیناسیون را به طور محدود از بهمن ماه گذشته با تزریق واکسن های اسپوتنیک وی و سینوفارم چین آغاز کرد اما نتوانست وعده های خود در واکسینه کردن کادر درمان و افراد آسیب پذیر را محقق کند. دولت خلف وعده شرکت های تولید کننده واکسن را دلیل این ناکامی اعلام کرد. اما بسیاری از کارشناسان نظر دیگری دارند. وضعیت شیوع کرونا در سایر نقاط دنیا هم بسیار بحرانی است. در برزیل آمار مرگ و میر کودکان از بیماری کرونا رو به افزایش است. امری نشانگر تغییر رفتار این ویروس است با وجود شتاب گرفتن واکسیناسیون در بیشتر کشورهای جهان همچنان تعداد مبتلایان جدید با سرعت زیاد رو به افزایش است از جمله در کشور هندوستان که حالا روزانه به بیش از دویست هزار نفر رسیده آن هم به دلیل جهش دوگانه ویروس کرونا در این کشور پرجمعیت که تاکنون بیش از 120 میلیون دوز واکسن هم تزریق کرده اما تا مسئولیت جمعی کشوری با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت راه بسیار درازی مانده مهران کریمی رادیو فردا